در آخرین روز اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، رهبران کشورهای عضو این سازمان که شامل 18 کشور شرکت کننده و 10 کشور عضو آسیان مانند استرالیا، چین، هند، ژاپن، نیوزلند، کره جنوبی، روسیه و ایالات متحده است، در شهر جاکارتا گرد هم آمدند و روی مجموعه از موضوعات در زمینه امنیت و تجارت در پس زمینه تنش‌ها و درگیری‌های جاری در بخش‌های از جهان صحبت کردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند نیز امروز پس از ورود به اندونزیا به اجلاس سالانه سران آسیان پیوست. آقای مودی قرن 21 را قرن آسیا خواند و تاکید کرد که کشورهای عضو آسیان جایگاه مهمی در سیاست خارجی هند دارد. نیاز است که نظم جهانی پس از همگیری کووید 19 را مبتنی بر قوانین بسازیم و تلاش های جمعی را برای رفاه بشر و برای تضمین یک نظم آزاد و باز برای هند و اقیانوس آرام انجام دهیم. بلند کردن صدای کشورهای رو به توسعه به نفع همه ماست. آقای مودی پس از این نشست قرار است به خاطر میزبانی اجلاس سران گروه 20 که به تاریخ 9 تا 10 سپتامبر برگزار می شود به دهلی نو بازگردد. از سوی دیگر انتونی البانیز صدر اعظم استرالیا امروز پنجشنبه در جاکارتا با لی کیانگ صدر اعظم چین در حاشیه اجلاس آسیان دیدار کرد و انتظار می رود که البانیز امسال از بیجینگ نیز دیدار کند. وزارت خارجه چین گفت که چین از سفر صدر اعظم استرالیا به چین استقبال می کند، اما تاریخ آن تا هنوز مشخص نشده است. این در حال است که روابط بین دو کشور برای سالها به دلیل مسائل مختلف از جمله درخواست استرالیا برای تحقیق بین المللی در مورد منشأ کووید 19 به سردی گراییده بود. چین از سفر صدر اعظم استرالیا آقای البانز به چین به دعوت صدر اعظم این کشور استقبال میکند و مایل است که با طرف استرالیا آمادگی های لازم را فراهم کند. چین همواره معتقد است که یک رابطه سالم و پایدار میان چین و استرالیا که تامین کننده منافع اساسی دو ملت است وجود داشته باشد. در همین حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز در اجلاس آسیان شرکت کرد. آقای لاوروف به جای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از روسیه نمایندگی کرد. آقای پوتین همچنین در نشست سران گروه 20 در شهر دهلی هند نیز اشتراک نخواهد کرد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.